جانسون نخست وزیر بریتانیا در اقدامی جنجال برانگیز و غیر معمول پارلمان این کشور را برای 5 هفته معلق کرده. بسیاری از سیاستمداران بریتانیا از احزاب مختلف به ویژه مخالفان برگزیت و مخالفان خروج بدون توافق به شدت به این اقدام او اعتراض کردند، چرا که معتقدند او با این کار می‌خواسته کاری کند که آنها نتوانند برای جلوگیری از خروج بدون توافق قانون تصویب کنند. اما خود او می‌گوید که زمان کافی برای بحث و مناظره و تصویب قانون همچنان هست. اگه نگاه کنید ما داریم چه کار میکنیم، داریم یه برنامه تقنینی جدید مطرح میکنیم درباره جرم و جنایت، بیمارستان‌ها، بودجه تحصیلی و برای هر دو طرف پارلمان در اون نشست تعیین کننده 7 اکتبر زمان کافی خواهد بود. زمان کافی در پارلمان برای نمایندگان که بحث کنند درباره اروپا، برگزیت و همه مسائل دیگه زمان کافی دارند. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان با ماست، جایی که این ماها مدت زیادی تری رو اونجا طی کرده تا در دفتر بی بی سی. اما به ما بگو بهرنگ که امروز اتفاق چی بوده؟ این همه مخالفت آیا میتونه جلوی آقای جانسون رو بگیره؟ ببین یه جورایی شاید نه، به خاطر اینکه کاری که آقای جانسون و دولت بریتانیا انجام داده یکی از اختیارات دولته. دولت میتونه معمولا هر یک سال پارلمان رو برای یه مدت کوتاهی معلق کنه تا اصطلاحاً یه سخنرانی ملکه جدید برگزار بشه، به این معنی که دولت بگه که در یک سال آینده برنامه‌اش چیه، چه لوایحی رو میخواد به مجلس بیاره و اینا رو در یک سخنرانی می‌نویسه. در یک مراسم خیلی پرزرق و برقی ملکه به پارلمان میاد، سخنرانی میکنه، اینا رو اعلام میکنه و نماینده ها برای یک سال آینده کار بررسی اون لوایح رو شروع میکنن. البته نشست فعلی تقریبا بیشتر از دو سال و چند ماه طول کشیده و خیلی طولانی بوده. مسئله این نیستش که نفس انجام این کار غیر قانونیه یا خارج از اختیارات دولته. اون چیزی که غیر معموله اینه که مدت زمانی که دولت از ملکه خواسته مجلس رو معلق کنه 5 هفته است. معمولا خیلی وقتا 5 روزه نه 5 هفته و این اتفاق درست داره زمانی میفته که بریتانیا در یک بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جدیه، به خاطر اینکه 2 ماه تا موعد برگزیت، موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مونده و همینه که احزاب مخالف دولت، رئیس مجلس و حتی یه سری از نماینده های حزب حاکم از این قضیه به شدت عصبانی هستند، فکر میکنن که دولت و بوریس جانسون به نوعی دارن از اختیاراتشون سوء استفاده میکنن. جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر بعد از اعلام این تصمیم به شدت از آقای جانسون انتقاد کرد. بشنویم. این زیر پا گذاشتن حقوق اساسی است. تلاشی از سوی یک نخست وزیر که توسط شمار خیلی کمی از مردم این کشور که عضو حزب محافظه‌کار هستند انتخاب شده و می‌خواهد پارلمان را دور بزند تا از هر گونه قانون‌گذاری یا بحث برای توقف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن جلوگیری کند. اتهامات خیلی تندی علیه آقای جانسون مطرح میشه، اینکه دموکراسی رو تو این کشور داره نابود میکنه از این دست، اما موضع رسمی او هنوز هم خروج بدون توافق نیست. او هنوز هم میگه دنبال توافقم. دقیقاً آقای جانسون، دولت جدید بریتانیا، خواسته اصلیش یا برنامه اصلیش خروج از اتحادیه اروپا طبق یک توافقنامه است، ولی نه توافقنامه فعلی، نه توافقنامه‌ای که تقریبا پاییز پارسال به تصویب در واقع اتحادیه اروپا رسید و طبق خط قرمزهای دولت وقت بریتانیا بود. آقای جانسون میخواد که اتحادیه اروپا عقب نشینی کنه، یه بخشایی از اون توافقنامه رو تغییر بده، ولی فکر میکنه اتحادیه اروپا تنها در شرایطی این کارو میکنه که مطمئن باشه اینجا تو پارلمان نماینده ها جلوی خروج بی توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا رو نمیگیرن. یعنی آقای جانسون معتقد وقتی میتونه از اتحادیه اروپا امتیاز بگیره که بگه که ببینین اگه اون چیزی رو که من میخوام بهم ندین، ما بی توافق از اتحادیه اروپا میایم بیرون. میدونیم برای ما سخته، ولی برای شما هم ضرر داره. آیا مخالفان میتونن جلوی او رو بگیرن؟ میدونیم که مشخصا 2 نفر از رهبران احزاب مخالف نامه نوشتن به شخص ملکه. ملکه آیا میتونه اصلا کاری بکنه؟ این
یه خورده پیچیده است. ببین ملکه نظام سلطنتی بریتانیا مشروط است و ملکه طبق پیشنهاد، طبق درخواست، طبق مشاوره دولت عمل میکنه و تو این مورد هم طبق همون مشاوره دولت عمل کرده، کار غیر عادی نکرده. نکته غیر عادی داستان اینه که دولت معمولاً کاری رو از ملکه میخواد انجام بده که جنجال برانگیز نیست، که همه باهاش موافقن. یه مثال بزنم، انتصاب نخست وزیر در واقع قدرت و اختیار ملکه است، ولی اینجوریه که اون نخست وزیری که داره استعفا میده میره به ملکه میگه که چی کار بکنه، در نتیجه و همه موافقن با این داستان. در نتیجه این دفعه دولته که به نوعی ملکه رو وارد یک بازی سیاسی کرده و هدفش از این کار چی بوده؟ هدفش این بوده که مجلس رو به نوعی آچمز کنه. متشکرم بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان. توضیح بدم که اون صدایی که میشنوید صدای متن بود، برای اینکه تعداد زیادی از افراد اونجا هستن مقابل پارلمان، هر صدایی هم اونجا ممکن است که شنیده بشه.